به پس از خبر هم خوش آمدید. یک مقام بلندپایی نظامی آمریکا از خروج پیش از وقت نیروهای خارجی از افغانستان حالا هشدار می‌دهد. همزمان زلمه خلیزاد میگه که آمریکا روی چهار مورد با طالبان به پیشرفت‌های واقعی دست یافتند و اکنون روی راهکار عملیش کار می‌کنند. فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد که نیروهای خارجی از افغانستان هم وابسته به تعهدهای طالبان به آمریکا در کار مبارزه با هراس افغانی هستند. خلیزاد با تاکید بر پررنگتر شدن نقش زنان در گفتگوهای صلح میگوید که دور بعدی گفتگوهایش با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اما حالا پرسشی که به میان میآید، هیئتی که اینجا از افغانستان به دوحه رفتن، هیئت افغانی، عکس گفته های آقای خلیزاد را بیان میکنند، در حالی که آقای خلیزاد از توافق نسبی روی چهار مورد سخن میزند. حرف کدام یکی از اینها را میشه مردم افغانستان باور کنند؟ طرف آمریکایی یا نمایندگانی که از طرف افغانستان به نشست دوحه رفتن؟ پس از وقفه کوتاه روی این مهم صحبت خواهیم کرد. ظاهرا به نظر می رسد که گفتگوهای آمریکا با طالبان وارد حساس ترین مرحله شده است، چنان که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که پس از دور هفتم گفتگوهایش با طالبان به چین و واشنگتن رفته است، از دست یافتن به پیشرفت‌های واقعی روی هر چهار مورد با طالبان سخن می‌زند. می‌خواهم برای شما بگویم که ما به پیشرفت‌های واقعی در تمام چهار مورد رسیده‌ایم. ما دیالوگ داشته‌ایم. وارزو داریم که گفتگوهای بعدی هم در آینده نزدیک شروع شود و ما از نظریاتی که تا حال به دست آوردیم در مورد مبارزه با هراس افغانی راضی هستیم. خلیلزاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وابسته به تعهدهای طالبان در کار مبارزه با هراس افغانی می‌داند و می‌گوید که اکنون طرف واشنگتن و طالبان روی راهکارهای عملی کار می‌کنند. ما روی راهکارهای اجرایی کار میکنیم تا مطمئن شویم چیزهایی که بعد میشه بعد تحقق خواهد یافت. خروج نیروهای آمریکایی هم وابسته به تعهد طالبان است که به ما خواهند داد. ما همچنان در حال مذاکره با دولت افغانستان هستیم و ما میخواهیم که رابطه با افغانستان در آینده هم حفظ شود. گروه طالبان اما پیشرفت درباره دو مورد از جمله خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین‌های ضد هراس افغانی را تایید می‌کنند، اما آتش‌بس و شروع گفتگوهای رسمی را از موارد داخلی خود افغان‌ها می‌دانند. اونها به یک تفاهم شاید میگم اولیه فراتر از اولیه دست پیدا کردند، اما باز هم شاید نقاط دیگری باشه، ولی در این سو ما میخواییم بگم که از این پس کار حکومت افغانستان، کار ملت افغانستان سختتر، شدیدتر خواهد شد تا اینکه ما واقعا اینجا راه خودمان را گم نکنیم. افزون بر این، خلیلزاد بر پررنگتر شدن نقش زنان در گفتگوهای صلح تاکید کرده و گفته که زنان در گفتگوهای رسمی صلح یک یا چند کرسی خواهند داشت. از همه آنچه که تغییرات میشه باید حمایت شود، ولی در عین زمان با خوشبینی بیش از حد به قضایا برخورد نکنیم، بلکه برخورد واقع بینانه نسبت به قضایا داشته باشیم. با این همه خلیلزاد قرار است که نتیجه دور هفتم گفتگوهایش با طالبان را با مقامهای آمریکایی شریک بسازد و سپس دور هشتم گفتگوهایش را با طالبان در آینده نزدیک اثر بگیرد. از سوی هم منابع گفتند که همزمان با هشتمین دور گفتگوهای آمریکا با طالبان، چهارمین نشست میان افغانی در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. در این پس از خبر آقایان محمد عارف کیانی سخنگوی محور مردم افغانستان و وحید الله غازی خیل آگاه سیاسی در استجوب ما هستند و بیشتر روی همین مورد با ایشان صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین. ممنون از تشریف آوری هر دو بزرگوار. غازی خیل، سعی بحث را با خودتان آغاز میکنیم. پیشرفت گفتگوهای آمریکا با طرف طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟ خلیزاد میگه که ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم روی چهار مورد. حالا واقعیت از چه قرار است؟ دیره من نه، هم پرمختگونه شویدی، خب تروس پور موافقیم او را زبانی شویدی، ولی تفاهم نامه یا موافقت نامه در طالبان و در امریکا رو ترمنز نده امزا شوی، ولی پر دیر و شرم بانی توافق شویده.
څو شیان دي چې دوی هم ذکر کړل او تاکید هم په اوربند باندې د بندیانو په خلاصون باندې په دې شوی دی د خارجي ځواکونو په وتلو باندې شوی دی. تاسې پوهیږئ په له ایران پرته نور ټول هیوادونه غواړي چې له امریکا له افغانستانه مسؤولانه وځي او که په منطقه کې بې ثباتي راځي نو هغې کې ډېر هیوادونه مسؤول ګڼل کیږي. فرضاً پاکستان تم پکې صدمه رسیږي په د افغانستان په بیامنۍ کې ایران تم رسیږي منځنۍ اسیا تم رسیږي. اوس مخکې دا یو ترهګر چې ونیول شو کنه هندي تروریست و کالبوشان یا دا ونیول شو په بلوچستان کې یا دغسې نور ځینې کسان نیول کیږي نو دا منطقې لپاره د منطقه کې بیا مسؤلیتونه هم دغه کیږي. په دې کې بیا نور هیوادونه مسؤول دي که په منطقه کې بې ثباتي راځي په افغانستان کې په منځنۍ اسیا کې په هغې کې. نو زه فکر کوم دا خبرې ډېرې ښې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد له دې هغه نه خپل سفرونو نه خوشحاله دی او افغان هیات سره هم چې کتلي وو دوی هم داسې خوشحاله راغلی خو متاسفانه دوی نه پوهېده چې دوی طالب ته څه ووایي د دوی موقف به څه وي. په دې کې حکومتي کسان هم وو ولې په ټوله کې سره له دې چې ډېر باید خوشبینه هم ورته دې ته ونیسي ځکه دې کې ډېر لوی سیاسي کسان نه وو د دوی زامن وو پکې فرضاً د استاد عطا زوی وو پکې یا د استاد محقق یا د جنرال صاحب دوستم هغه صلاحیت چې دوی خپله لري زامن یې نه لري ولې بیا هم ښه وو چې دغسې مېرمنې د دغسې اقلیتونو نمایندگان هلته له طالبانو سره کېناسته مخامخ خبرې ورسره کړې. اما از یک جای آغاز شد این برنامه. بله بله آغاز شد اما نتیجه؟ خو نتیجه خود یک مجلس امکان نداره که نتیجه بتن اینا فکر و صلاحیت اینا نداشتن. اما شما اینا رو بی برنامه خواندین؟ خب ما فکر ما بله میفهمیم که اینا بی برنامه بودن. مثلا اینا اجندایشان چی بودن؟ از طالب چی میخواستن؟ د چی بحث کردن؟ با کدام موضوعات توافق کردن؟ اما طالبان؟ خود طالبان خو از موقف قوی صحبت کردن، از امارات اسلامی صحبت کردن، بیانی ملا برادر او جهاندن. اینا هم باز دو وقت فوق چیز فکر میکنیم باز نادر نادری بیانی رئیس جمهور خوانده موجه نوشته کردن خوب بودن. حکومت افغانستان یک طرف قضیه هستن و اینا این دفعه خود طالبان انعطاف نشان دادن. مثلا امرای سه نفری که حکومتی بودن، آقای نادری، آقای متین بیک، دیگرایشان سناتورا بودن، امرای حکومت این نفرای بودن حکومتی ولی اونها این نتاف نشان دادن امرایشان ششتن. پس تمام این حیات بی برنامه رفتن به دنبال نشستی که خود نمیدانن چه بگوی. خب پروم دو یو چې منګه هیت د دینه مخ کې چې من قطر طلار شو منګه وناسته نه درلود چې په کوم اجنډا خبرې کو پروم دی خپل ویل زکه ولا شم نو می مخلمه چې د قطر د غي او میرمن و اغه دا خبره وکړه چې منګه هیڅ برنامه نه دلته وی آی پی کې سره وکړل په میدان یو کې بیا چل طلار لوم یعنی پراګندګي و مختلف نظریاتو ولی په دې سیال کې چې داخل کې به اختلاف لري ولی کله چې تاسو یو لوري سره کېنی تاسو باید په یو شی موافقه وکړئ چې منګه له طالب نه څه غواړو طالب سره په کوم موضوعاتو بحث کوو او کوم موضوعاتو باندې بحث نه کوو. اما آنچه را که آمریکا داره با طالبان انجام میده واقعا طالبان خواهند آمد در برابر گروه های دیگر مسلح خواهند جنگید یا مبارزه خواهند کرد؟ خب من خو دلته چې غواړو خدای دی ونه کی چې د سکاروشي چې دوی دی یو ډلې دلته راشي خو یو نظام کې به شاملې کی کنه دا نه چې دوی دلته راشي دی یو ډلې په صفت باندې د بلې ډلې په ضد باندې دلته وجنګيږي افغانستان کې بیا جنگي دامه پیدا کی. من خو غواړو چې دا طالب دلته راشي دلته سول راشي دلته نور جنگ خاتمه پیدا کی او د دې جنگ قیمت د طالب راتګ وي دلته په نظام کې شریکې دل وي مګر کاغوي چیرته راځي او بیا د داعش په ضد جنگيږي د نورو په ضد جنگيږي بیا جنگي دامه پیدا کی بیا نو د خلکو باور دلته. اما سوال همینجاست اگر این گروه بیایه بر روند صلح حکومت افغانستان به پیونده یا با طرف آمریکایی توافق کنه چه گروهی دیگری روی کار خواهد آمد؟ بحث روی کار آمدن داعش چقدر اینجا به قول داغ است؟ خب داعش خو بدون شک اوس په افغانستان که پر دیرو ولایتونو که ده او رئیس جمهور خپل وایي چې دوه ویشت تروریستي ډلې دي فرضاً هند هم دلته ښکیل دی پاکستان هم دی روس هم دلته دی ایران هم دلته دی امریکا هم دلته ده ټول دا هیوادونه اوس غواړي چې دلته اوس یو ثبات ته ورسیږي. ځینې هیوادونه به ګټه په دې کې نه وي فرضاً طالبانو سره به دښمني لري هغوی به تاریخي دښمني لري فرضاً هندوستان له طالبانو سره تاریخي دښمني لري هغه نه غواړي چې دلته طالبان راشي په واک کې شي چې د پاکستان رول دلته قوي نه شي همدارنګه پاکستان د هند رول نه په افغانستان کې ډارېږي چې د دوی رول دلته قوي نه شي. نو زموږ دغه دا دی اوس دا ترهګرې ډلې چې کوم دي یا که داعش دی نورې دي دا خو دلته شته دی خو یو بیرونی پدیدې یو افغاني اوس طالب خو افغان دی هغه سره خو سوله کوي ولې داعش خو بیا د شام او د عراق نه دلته راغلی خو بیرونی پدیده ده نو هغه سره به بیا مجبوري چې جنگ کوي. تشکر کیونی صاحب شما هم خوش آمدین. محور مردم افغانستان به چه باور هست؟ حالا این گفتگوها چقدر موثر بوده؟ چه گفتگوهای آمریکا با طالبان و در کنارش این نشست دو روزه‌ای که بدون امروز کشید
این دو چقدر مؤثر پیش رفته و دقیقا مثمریتش چی بوده؟ در ادامه صحبت داریم. به نام خداوند، درود بر همه، با کسب اجازه از همراهان من در بحث و شما. ببینید ذات گفتگو با یک گروهی که بیشتر از دو دهه است با مردم افغانستان منازعه و محاربه میکند حائز اهمیت است در این باره، چون در گذشته ما شاهد آدرس مشخصی برای طالبان نبودیم. حکومت های وقت افغانستان هر اسکایی که خواستن با طالبان مذاکره و مفاهمه کنند و مذاکره کنند آدرس مشخصی وجود نداشت. اینکه یک آدرس مشخص ایجاد شده و طالبان بر شکل یا حقیقی یا سمبولیک یا نمادین حاضر میشن با مردم افغانستان گفتگو کنند از رگوزر سیاسی حائز اهمیت است. اما با تاسف که از ده ماه به این طرف که سرعت مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان سرعت بسیار زیاد شده و ایالات متحده آمریکا تمایل نشان داد که با طالبان گفتگو کنه، که ما شاهد هفت دور گفتگوها بودیم، با تاسف که این گفتگوها نه تنها که نتیجه ملموس و مثبتی در پی نداشت، بلکه موجب تقویت مشروعیت طالبان در سطح منطقه و بینش یک گروه منازعه در داخل افغانستان، از طرف دیگر موجب تزریق انرژی و تزریق انگیزه، تزریق مورال در صف محاربین مخالفین مسلح افغانستان شد. این مشروعیت بخشی بیشتر از سوی کی؟ آمریکا، افغانستان این کی؟ ببینید وقتی که گروه تروریستی طالب حاضر نیستن با حکومت افغانستان، هرچند که حکومت از رگوزر حقوقی و مشروعیتی معلول و معیوب است، گفتگو کنند چگونه منطق ایجاب میکنه، چگونه منطق قبول میکنه که فرا ابر قدرت چون امریکا بیا با این گروه تروریستی مذاکره و مفاهمه کنه. آنچه که بر ما حائز اهمیت است، هرچند که بازم تکرار میکنم که حکومت معلول و معیب است، ولی باید در برابر گروه تروریستی حکومت افغانستان از منافع مردم افغانستان دفاع کنه و تاکنون دفاعیه به شکل پراکنده بوده. ببینید این نشست هایی که صورت گرفته جز اینکه طالبان آمدن همو هژمونی و همو مطالبات باطل خودم مطرح کردن ثمره دیگر در پی نداشت. ما شاهد برگزاری بیشتر از 36 نشست در حومه و اطراف منطقه بودیم پیرامون صلح در داخل افغانستان. با تاسف که در این 36 نشست فقط طالبان بودن که استفاده بهینه کردن. یک مربعی در منطقه شکل گرفت که اما اینجا برنامه های بلند بالای معرفی شد که ما در گفتگوهای صلح این برنامه را داریم، آمریکا میگه ما برنامه داریم. این برنامه ها پس چی بود که ببینید چهار زل داره جنگ افغانستان؟ یک زل مردم افغانستان است، حکومت افغانستان است، کشورهای منطقه است و کشورهای جهان که در رأس ایالات متحده آمریکا است. این که ایالات متحده آمریکا چی منافعی میخواد از درک مفاهیم و مذاکره با طالبان به دست بیاره، تا آنچه که ما میخواهیم مردم افغانستان که در خط نخست قربانیان جنگ و منازعه 17 ساله هستند متفاوت است. تا اینجای کار هر چه بود گذشت، 36 نشست برگزار شد یا بیشتر از او اینجا گذشت. حالا مشروعیت بخشی هم به گفته شما طالبان بیشتر از طرف آمریکا برشان مشروعیت بخشیده شد، گروهی که حاضر نبودن با حکومت افغانستان مذاکره کنند. سوال اینجاست که مذاکراتی که انجام شده اثر بخشیش چی؟ هیچ اثر مثبتی در پی نداشته، هیچ اثر مثبتی در پی نداشته. اما در ماهیت امر این که طالبان یک آدرس پیدا کردن، اگر ما بتونیم حداقل از این آدرس طالبان و کسان طالبان به این آدرس بفرستن که صاحب صلاحیت باشن و حداقل حکومت افغانستان یک آژندا و برنامه مدون داشته باشه، مکانیزم های مشخص که ضمانت اجرایی پیدا کنه، در ماهیت امر خوب است. اما تاکنون حکومت افغانستان متاسفانه پراکنده حرکت کرده. پس زمانی که ما طالبان میگیم، طالبان همیشان همینایی هستن که اونجا شرکت کرده بودن؟ دو تصویر وجود داره، یک تصویر که ظاهرا همو هستن اما تصویر حقیقی چیز دیگه است. ببینیم وقتی که ما طالب میگیم، طالب به کی میجنگه؟ طالب صلاح خود از کجا میاره؟ طالب مشروعیت منطقه خود از کی پیدا میکنه؟ لوجستیک طالب کی آماده میکنه؟ تا برنامه ریزی نظامی طالب کی میکنه؟ حملات تهاجمی طالب کی مهندسی میکنه؟ کی در کل حملات اینطوری کی انجام میده؟ طالب با این لنگوتای با این فکر بدوی خود آیا میتونه؟ بدون شک نمیتونه. این پاکستان است. تا کنون ما شاهد هیچ گونه فشار از جانب جامعه جهانی بالای حامی ملم الحال طالبان که همان پاکستان باشه نبودیم. تا زمانی که منابع اصلی تغذیه مخالفین مسلح افغانستان گروه تروریستی طالب در پاکستان منابعشان باز باشه و تا این دیاد بالا داشته باشن، من فکر میکنم ما به نتیجه مطلوب که همان تامین ثبات در داخل افغانستان باشه با این تحرکات دراماتیک نخواهیم رسید جز وقت ضایع کردن و دوامجه پیمان دیگر در پاکستان. اما
آمادگی کرد برای حمایت از این روند و اینکه هر کاری کرده بتانه برای افغانستان خاطر. پاکستان با تاسف دروغ میگه. از سال 1948 به این طرف از بدو ایجاد پاکستان تا کنون پاکستان دروغ گفته. پاکستان به هیچ وجه نمیخواد یک حکومت مقتدر، یک دولت ملت در داخل افغانستان شکل بگیره. یک به دلایل چالش ها و منازعات ارضی که ما در گذشته داشتیم و فعلا داریم، یک دیگه بالاخره نگاهش به افغانستان متاسفانه همیشه نگاه پلیگون انداخت بود، یک نگاه ابزاری بوده و از این طریق میخواد حداقل اهداف استراتژیک در منطقه، اهداف ابو هجمونی طالبانی که در منطقه داره، میخواد از میدان اراضی افغانستان اون را دنبال کنه. تشکر. حضرت صاحب، حالا همین طالبانی که در پشت میز نشسته بودن با آمریکا صحبت میکردن پشت درهای بسته، واقعا طالبان همینا هستن یا فراتر از اینا هم کسایی وجود داره؟ نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا آقای خلیلزاد میگه که اینا ممکن نمایندگی از تمام طالبان نکنند. پس اگر اینا نماینده کل نیستن، پس مذاکره دیگری هم در راه هست بعد از این مذاکرات؟ خاکا دوی ده طول طالبان نمایندگی نکولن و امریکا یو سوپر طاقت په دنیا کې هغه بیا څنګه ور سره کېناستل، روسیه دویم پاور قدرت په منطقه کې هغه بیا څنګه دوی دعوتول او کانفرنسونه تم دا خلق او تر اوسه پوری خو چې دوی کمی خبرې د طالبانو په نمایندګۍ کړې دي، هیڅ سی وی ډلې او د دوی نورو کم طالب چارواکو که په افغانستان کې دي نه دي، دوی نه دي رد کړي چې دا زمونږ نمایندګان نه دي، یعنی د سیت شی مونږ دي چې وجود دره اینجا برخی دیدشان این است طالبی هست که در جبهه جنگ می جنگه، طالبی هست که کار سیاسی می کنه. ممکن این گروهشان، گروه سیاسیشان بیاین پای مذاکرات، اما طالبی که می جنگه طالب جنگی را کی بیاره پای میز؟ گروه عدسی ده چه دلتا و زمنگ وزارت خارجه معلومه ده چه دیپلماسی کهی دفاع وزارت جنگ کهی داخل امنیت ملی څخه وظیفه لري، مالی هم څخه، خو دوی هم دغسې کمیسیونونه لري، سیاسي کمیسیون دی، نظامي کمیسیون دی، فرهنګي کمیسیون دی، هغوی هم دغسې یو تشکیلات خو لري که نه چې هغوی نمایندګي ترې کوي. نو دا خو نشي کېدی، خو د نظامي کمیسیون مسؤول به یې هملته وي، د سیاسي کمیسیون مسؤول به یې په قطر کې وي، دا ټول یعنې هلته نمایندګي کوي دوی، او تر اوسه پورې چا داسې دغه نه ده کړی. ښه، یو شی دی چې خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو سره صلح کول د جنګ د خاتمې په معنا نه ده. نو دا خپل یو څه لري چې یعنې که طالبان رام شي ممکن په افغانستان کې جنګ ادامه پیدا کړي. دا چې له چا سره به جنګ کوي، له داعش سره، له نورو ترهګرو ډلو سره، دا بیا بېله خبره ده. خو منطقه دلته مهم نقش لري، په منطقوي لحاظ باندې د ګاونډیانو دغه اوس له بل هر وخت نه د افغانستان د سولې له سره ډېره مرسته کوي. نو زه فکر کوم په نړیواله سطحه باندې ملاقه مندي زیاته پیدا شوې ده. امریکا متحده ایالات هم غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، طالبان راشي په واک کې شریک شي او سوله راشي، منطقه هم غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، ځکه یو بې ثبات افغانستان منطقې ته ګاونډیانو ته په تاوان دی. او که دلته دغه موږ د افغانستان حکومت باید دلته دا جنګ داسې دغه کړو چې موږ د بل چا په ضد استعمال شو، فرضاً پاکستان موږ د هند په ضد استعمال نه کړي، هند هم د پاکستان په ضد، ایران هم د امریکا په ضد، اوس خو دلته څونه لوبغاړي شته دی که نه. اوس فرضاً دا د هند دغه ونیول شو که نه، کالبو شو یا دا دا یو ترهګر و، یو نړیوال ترهګر و، هندي و په بلوچستان کې ونیول شو، یا همدغسې دلته موږ باید داسې یو دغه وکړو چې له هند اقتصادي مرستو ته موږ ضرورت لرو. هند باید د افغانستان خاوره استعمال نه کړي، پاکستان باید د افغانستان خاوره د هند په ضد استعمال نه کړي، همدارنګه روس د امریکې په ضد د افغانستان خاوره استعمال نه کړي. پس میدان جنگ های منطقه ای هم همینجا هست. یعنی زمونږ توقع هم دا ده چې هند د کشمیر جنگ افغانستان ته راوړي، چې د افغانستان د کشمیر جنگ دلته راوړي او دلته پکې موږ هغه کو کنه. موږ د دوی اقتصادي مرستو ضرورت لرو، نه نظامي مرستو، نه دا چې دوی د موږ د نورو هیوادونو په ضد باندې دلته استعمال کړي. همدارنګه ایران، همدارنګه پاکستان، دا ټول، مګر دا د موږ د حکومت پورې اړه لري. اوس تاسو وګورئ، افغانستان یو دودیزه ټولنه د بی بی سي او نیویارک ټایمز دا د فحشا بیا یو تحقیقاتي رپورټونه خپاره کړه کنه. دا د افغانستان خلکو ته یو غدې، یعنی حکومت کې داسې کارونه کېږي، نو په دې باندې خو ته نور څوک نشي ملامتولی کنه. اوس په دې ته څوک ملامتوي؟ هغه وایي چې یو سینیئر اډوایزر د دلته دا کاری کړی دی. نو موږ باید همیشه نورو ته د ملامتۍ ګوته ونه نیسو. موږ من حیث حکومت، من حیث افغانانو ته مسؤول، موږ څه کوو؟ موږ دلته غواړو نیابتي جګړه دلته دا هیوادونه وکړي که نه؟ دلته موږ د ټولو مرستې جلب کوو. فرضاً که موږ دا شی پرېږدو، هند ته، پاکستان ته، ایران ته، روسیه ته، خو دلته خو دوی نیابتي جنګونه. اما این ظرفیت وجود داره اینجا که نگذاریم تا مردم، تا کشورهای دیگر افغانستان را میدان جنگ خود بسازند؟ متاسفانه موږ تر اوسه پورې یوه خوله پیدا نکړه
حقیقت یو لاسم پیدا نکو په حکومت کې حکومتونه دي په حکومت کې د طالب په ارتباط د ترهګری په ارتباط مختلف موقفونه وایي منګه باید په دغه وخت کې اوس یعنی د ګاونډیانو مرستم جلب کو د دنیا مرستم جلب کو او په مطبوعاتو کې د خپل طالب ته هغه الفاظ نه کارو لکه په خام چی استعمالول ولی متاسفانه چې اوس هم د سکتشن شته ده اخه که یعنی اول پرسش همینجاست اگر با آمدن طالب هم پای میز مذاکره و خب خلاصه طالب میایه بخشی از جامعه افغانستان میشه وزیر چتر حکومت افغانستان حضور میابه جنگ در افغانستان ادامه میابه حالا این جنگ در برابر حکومت افغانستان اگر ادامه یابه از طرف کی؟ ببینین هنوز متاسفانه نظامین پاکستان نگاهشان به افغانستان به جنگ افغانستان به مفهوم حفظ ثبات پاکستان است به مفهوم جلوگیری از تجزیه پاکستان است تا زمانی که این تفکر افراطی و این تفکر ددمنشانه در پاکستان تغییر نکند و نظامین پاکستان ذهن خود تطهیر نکنند با تاسف که نمیتوان ما بتونیم حداقل بعد از صلح با طالبان شاهد یک حکومت با ثبات در داخل افغانستان باشیم پس خاتمه جنگ در افغانستان به معنای تجزیه پاکستان در حقیقت نظامین پاکستان تصورشان چنین است که جنگ در افغانستان به مفهوم ثبات در پاکستان و جنگ ثبات در افغانستان به مفهوم تجزیه پاکستان چنین تصور در پاکستان بین نظامین حاکم است یک اصل دیگر را نباید فراموش کرد که طالب با تفنگ با انتحار با انفجار با دهشت با افراطیت معنا پیدا میکنه مادامی که طالب وزیر پرچم سرنگ افغانستان بیاید که باز اون زمان نامی از طالب نیست طالب در داخل نظام جمهوری حذف میشه تا کنون متاسفانه این مؤلف هایی که جمهوری اسلامی دموکراسی نادهای دموکراتیک ارزش های مدنی حقوق اساسی شهروندان در برابر گروه طالبان در این تفاهمات پیش در این مذاکرات پیش مصالحه تعریف نشده از طرف دیگر امارت اسلامی امیرالمومنین اینا هم تعریف نشده تا زمانی که این مؤلف های کلیدی که شالودی تفکر هر دو طرف منازع است مردم افغانستان و گروه طالبان تعریف نشه و ما واقعا ما ندانیم که صلح پس از مصالحه با طالبان به مفهوم تامین منافع طرفین منازع است اینجا جریان داره تا کنون شفایی بوده تا بال به توافق نرسیدن آنچه را که جناب غازی خیلی هم اشاره کرده خبرها رو مطمئن شما تعقیب میکنه اما اگر این جنگ خاتمه نمییابه در ادامه کی میجنگه در برابر حکومت افغانستان داعش چقدر امکان داره که بخشی از این طالبان حالا بپیوندن ببینید پاکستان با یک تحرک خیلی دراماتیک متاسفانه در این شب روز ما شاهد تغییر پرچم سپید خونالود طالب به پرچم سیاه هستیم به نام داعش هرچند داعش از رگوزر جغرافیایی از رگوزر بومی هیچ سنوخیت با ارزش های ملی مردم و ارزش های جغرافیایی مردم افغانستان نداره از طرف دیگر شواهدی وجود داره که داعش که در خاورمیانه است تا داعش سازی مصنوعی که در داخل افغانستان از جانب پاکستان جریان داره متفاوت است متاسفانه ما شاهد بزرگنمایی کاذب از جانب بعضی از القات استخبارات منطقه بزرگنمایی داعش در داخل افغانستان هستند به شکل میخواین مداخله خود به نام داعش در داخل افغانستان مداخله سیاسی نظامی خود در مناسبات امنیتی افغانستان توجیه کنند که باشد جاگوزینی باشه برای طالبان بدون شک من میخوام این را بگم که جنگی که در داخل افغانستان جریان داره دشمنی که ما داریم در برابر آن می جنگیم این دشمن جهانی است تا زمانی که ما یک تشریک مسایی یک بذل مسایی منطقوی و جهانی نداشته باشیم متاسفانه بعید به نظر می رسد که با این تحرکات مصنوعی ما بتونیم به جنگ و خاتمه بدیم یک اصل دیگر می خوام این را یادآور شم که مردم افغانستان سه گزینه دارند گزینه اول اتحاد است گزینه دوم دوام جنگ است گزینه سوم تسلیمیشان با پاکستان است جزئیات بیشترش پس از صحبت های آقای غازی خیل می داشته باشیم حالا بیاین به این وضعیت دیدگاهتان را می خواهیم داشته باشیم چه راهکار پیشنهاد میکنه غازی خیل صاحب حالا گلو درس شدیم اما سوال همینجاست که حکومت افغانستان را شما ضعیف میخوانین در کنارش افغانستان بستری شده به خاطر جنگ منطقه یا رقابت‌های منطقه‌ای اما سوال همینجاست که چه کاری را حکومت افغانستان برای خود انجام داده میتونه برای شهروندانش انجام داده میتونه که یو شخصی گټی دی او ملی گټی دی حکومت باید دلته انعطاف وکړي او د شخصي ګټونو تیر شي ملی ګټو ته ترجیح ورکړي بل مسله دا ده چې طالب اوس دا انعطاف وکړي چې له حکومتي کسانو سره کېنی پرونه پوری د حکومتي کسانو سره نه کېناسته نن که شخصي موقف نه خبرې کوي که د رسمي موقف نه خور سره کېناسته منګه دا خپل پیل مبولو د نورو خبرو لپاره چې له حکومت سره به طالب یو ځلی کېنی دا د سولې خبرې د هیڅ نه یو
مخه دي بل مسله دا ده چې منګه څونه یو په کوم سټیج کې منګه غواړو زمنګه دغه دا ده د حکومت هم د انالیستانو ټوله توجه دا ده چې د نور ګرمو منګ نور ملامتو او د نورو نه د امریکا نه هیله لرو چې ته هند سره داسې وکړه ایران سره داسې وکړه پاکستان سره داسې وکړه د هغه ملي ګټې څه حکم کوي زمنګ ملي ګټې څه حکم کوي سوله زمنګ ضرورت دی سوله د امریکا ضرورت نه دی سوله د روس ضرورت نه دی منګه څه کوو دی لپاره ګوره د هر هیواد ملي ګټې څه حکم کوي هغه یې هغه کار کوي زمنګ ملي منافع دا حکم کوي چې لمنګ منطقې سره همسایګانو سره دنیا سره ښه روابط ولرو او په سوله کې تیم مرسته وغواړو ممنون کنوی صاحب خیلی کوتاه هرچند که عمر حکومت تمام شده این حکومت در 5 سال ابتکار عمل و اینیشیاتیو در امر محاربه و مصالح با مخالفین مسلح از دست داده اما خوب است که حداقل حکومت این مدتی که باقی مانده تا برگزاری انتخابات در صدد اتحاد نیروهای سیاسی باشه نه افتراق نیروهای سیاسی نه پراکندگی نیروهای سیاسی هرگاه که ما بخوایم در برابر مخالفین مسلح واید قد علم کنیم منافع خود تعریف کنیم و اصل یک تعریف واید داشته باشیم مطمئنا که میشه به یک نتیجه قسمان ادعال رسید ممنون از شما لطف کردین آقایان کیانی و غازی خیل از اینکه تشریف آوردین و پایان پس از خبر هم تا درود دیگر بدرود